ما، هویت ملی ما. اینجا شمار شهروندان کشور با شعارهای تذکره ما، هویت ملی ما و پلیسی ملی را پلیسی سیاسی نسازید دست به راه پیمایی زدند. معترضان میگویند به دلیل اینکه قانون ثبت احوال و نفوس از سوی مجلس نمایندگان تصویب و رئیس جمهور نیز آن را توشیح کرده، باید توزیع شناسنامه‌های برقی هرچه زودتر آغاز شود. حلقات مغرض، حلقات قانون ستیز، حلقاتی که در تقابل با قانون پاس شده و توشیح شده رئیس جمهور قرار گرفتند و خلاف عرف و خلاف خاص مردم افغانستان، پروسه ملی که توزیع شناسنامه‌های برقی بود ثبوتاش کردند. معترضان تاکید دارند رهبران حکومت به جای اینکه در حمایت از قانون بپردازند و کشور را به سمت و توسعه و پیشرفت سوق دهند، برعکس با تقویت سنت‌های قبیله‌ای و سیاست‌های برتری طلبانه قومی پرداختند. مسران حکومت به جای اینکه از حاکمیت قانون و جهت دادن افغانستان به سوی یک کشور توسعه یافته حمایت کنند، با تقویت سنت‌های قبیله‌ای و سیاست‌های برتری طلبانه قومی روی آوردند. به گفته آنان اگر قانون ثبت احوال و نفوس تطبیق نشود، ترویج قانون شکنی و قانون گریزی از سوی سران حکومت در کشور نهادی نخواهد شد. کارمندان تذکره افزودن بر صف بیکاران است. افزودن بر صف بیکاران است. قانون شکنی یا قانون مداری مسئولیت حکومت چیست؟ با این همه آگاهان شناسنامه‌های الکترونیکی را برای تأمین امنیت و شفافیت انتخابات مهم دانسته تأکید دارند. قرار بود حدود 2 سال پیش توزیع این شناسنامه‌ها آغاز شود، اما با وجود قانون ثبت و احوال نفوس و نبود مانع برای توزیع این شناسنامه‌ها، تا کنون از توزیع این شناسنامه‌ها خبری نیست.